دوم پادشاهان فصل پنج شفای نعمان فرمانده سپاه سوریه پادشاه سوریه برای نعمان فرمانده سپاه خود ارزش و احترام زیادی قائل بود زیرا خداوند به دست او پیروزی های بزرگی نصیب سپاه سوریه کرده بود نعمان دلاوری شجاع بود ولی مرض جزام داشت قوای سوریه در یکی از جنگهای خود با اسرائیل ادده ای را اسیر کرده بودند در میان اسرا دختر کوچکی بود که او را به خانه نعمان بردند و او کنیز زن نعمان شد روزی آن دختر به بانوی خود گفت کاش آقایم به دیدن آن نبی که در شهر سامره است میرفت او حتما آقایم را از این مرض جزم شفا میداد نعمان آنچرا که دخترک گفته بود به عرض پادشاه رساند پادشاه به او گفت نزد پادشاه اسرائیل برو سفارش نامه ای نیز می نویسم تا برای او ببری. نعمان با سی هزار مسقال نقره و شش هزار مسقال طلا و ده دست لباس روانه شد. در نامه پادشاه سوریه به پادشاه اسرائیل چنین نوشته شده بود. حامل این نامه خدمت گزار من نعمان است. میخواهم از مرض جوزام او را شفا دهید. پادشاه اسرائیل وقتی نامه لباس خود را پاره کرد و گفت پادشاه سوریه این مرد جزامی را نزد من فرستاده است تا شفایش دهم مگر من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم او میخواهد با این بهانه باز به ما حمله کند ولی وقتی الیشا نبی از موضوع با خبر شد این پیغام را برای پادشاه اسرائیل فرستاد چرا نگران هستی؟ نعمان را نزد من بفرست تا بداند در اسرائیل نبی هست. پس نعمان با اسبان و عرابه هایش آمده نزد در خانه الیشا ایستاد. الیشا یک نفر را فرستاد تا به او بگوید که برود و هفت مرتبه خود را در رود اردن بشوید تا از مرض جزام شفا پیدا کند. اما نعمان خشمگین شد و گفت خیال می کردم این مرد نزد من بیرون می آید و دست خود را روی محل جزامم تکان داده نام خداوند خدای خود را می خاند و مرا شفا می دهد. آیا رودهای ابانه و فرفر دمشق از تمام رودهای اسرائیل بهتر نیستند؟ می توانم در آن رودها بدنم را بشویم و از این مرض جزام آزاد شوم. این را گفت و خشمگین از آنجا رفت. ولی همراهانش به او گفتند ای سرور ما اگر آن نبی کار سختی از شما میخواست آیا انجام نمیدادید شستشو در رودخانه کار سختی نیست این کار را بکنید و آزاد شوید پس همان گونه که الیشا به او گفته بود به سوی رود اردن شتافت و هفت بار در آن فرو رفت و شفا یافت و پوست بدنش مانند پوست بدن یک نوزاد تر و تازه شد او به اتفاق تمام همراهانش نزد الیشا نبی بازگشت و به احترام در حضور او ایستاد و گفت حال دریافتم که در سراسر سر جهان خدایی جز خدای اسرائیل نیست اکنون خواهش میکنم هدایای مرا بپذیر ولی الیشا پاسخ داد به خداوند زنده که خدمتش میکنم قسم که هدایای تو را قبول نخواهم کرد الیشا با وجود اصرار زیاد نعمان هدایا را نپذیرفت نعمان گفت حال که هدایای مرا قبول نمی کنی پس دوباره قاطر از خاک این سرزمین را به من بده تا با خود به کشورم ببرم. زیرا بعد از این دیگر برای خدایان قربانی نخواهم کرد. قربانی خود را به خداوند تقدیم خواهم نمود. از خداوند می خواهم که مرا ببخشد چون وقتی سرورم پادشاه سوریه برای عبادت به بت خانه رمون می رود به بازوی من تکیه می دهد و جلوی بت سجده می کند و من هم مجبورم سجده کنم. خداوند این گناه مرا ببخشد. الیشا گفت به سلامتی برو. نعمان رحس پار دیار خود شد. ولی جیهزی خدمتکار الیشا با خود اندیشید ارباب من هدایای نعمان سوری را قبول نکرد ولی به خداوند زنده قسم که به دنبال او میروم و هدیه ای از او می گیرم. پس جیهزی دوید تا به نعمان رسید. وقتی نعمان دید که او از عقبش می دود، از عربش پایین آمد و به استقبال او شتافت. نعمان از او پرسید آیا اتفاقی افتاده است؟ جیهزی گفت اتفاقی نیفتاده فقط اربابم مرا فرستاده که بگویم دو نفر از انبیای جوان از کوهستان افرایم رسیدن و او سه هزار مسقال نقره و دو دست لباس میخواهد تا به آنها بدهد نعمان با اصرار گفت خواهش میکنم شش هزار مسقال نقره ببر سپس نقره را در دو کیسه ریخت و دو دست لباس روی دوش دو نفر از نوکرانش گذاشت تا همراه جیهزی نزد الیشا ببرند ولی وقتی به تپهی رسیدن که الیشا در آن زندگی میکرد کرد هزی هدایا را از نوکران گرفته آنها را مرخص کرد. سپس هدایا را به خانه خود برد و در آنجا پنهان نمود. وقتی جیهازی نزد الیشا رفت، الیشا از او پرسید هزی کجا بودی؟ او گفت جایی نرفته بودم. الیشا به او گفت آیا خیال میکنی وقتی نعمان از عرابهش پیاده شد و به استقبال تو آمد رو هم خبر نداشت؟ آیا حالا وقت گرفتن پول و لباس باغات زیتون و تاکستان ها گله ها و رمه ها غلامان و کنیزان است؟ چون این کار را کرده ای مرض جزام نعمان بر تو خواهد آمد و تا به ابد نسل تو را مبتلا خواهد ساخت. جیهزی از اتاق بیرون رفت در حالی که جزام پوست بدنش را مثل برف سفید کرده بود.